بله، و ما در ادامه برنامه های امشب صدای کمونیسم کارگری توجه شما رو به قسمت دیگری از برنامه نینا مروری بر اخبار جنبش کارگری ایران جلب کنم. میدونین که این برنامه رو من به همراه پدرام نواندیش برای شما اجرا خواهیم کرد. توجه شما رو به قسمت دیگری از برنامه نینا جلب میکنم. پدرام نواندیش، به شما خوش اومد میگم به برنامه دیگری از برنامه های نینا. من به همراه شنوندگان صدای کمونیسم کارگری شنونده برنامه دیگری از نینا از طرف شما خواهم بود. بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نینا از صدای کمونیسم کارگری. از همینجا به بحث و بررسی چند خبری میپردازم که طی هفته گذشته طبقه کارگر ایران با اون روبرو بود. خبر اول، اخراج دو تن از کارگران زن در کارخونه سیمان لارستان استش که بعد از اتمام مرخصی زایمان از شروع به کار اونها جلوگیری شده. تعداد کارگران کارخونه مطابق آمار سال قبل 220 نفر بوده که از این تعداد 10 نفر زن بوده که اینگونه دو نفرشون هم اخراج شدن. همینجا خبر دیگری که باید به اون اشاره کنم، اخراج 60 نفر از کارگران کارخونه شیرین طعم لارستانه. کارخونه شیرین طعم لارستان هم از قبل 20 نفر از کارگراشو اخراج کرده بود. همینک ما بقیه کارگران کارخونه هم اخراج شدند. دلیل اخراج کارگران، بدهی کارخونه به بانک‌ها اعلام شده و تعطیلی واحد تولیدی هم اعلامش کردند. کارخونه ذوب فلزات اپر هم 300 نفر از کارگراشو اخراج کرده. کارخونه ذوب فلزات اپر در زمینه تولید قطعات ماشین‌آلات و ریختگری از سال 73 فعال هستش که طی ماه‌های گذشته هم واره از پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری کرده. کارگران کارخونه چندین بار برای گرفتن مطالبات خود، دستمزدهای معوق خود، دست به تجمع اعتراض زده بودند که اکنون هم که اخراج شدن همچنان از پرداخت طلبهاشون جلوگیری شده است. همچنین مطابق خبرهایی که هفته گذشته روی سایت خبرگزاری ها قرار گرفته، 200 نفر از کارگران زاکروس خودرو بروجرد از کار اخراج شدند. در کارخونه زاکروس خودرو تا پیش از این 500 نفر کارگر با قراردادهای موقت مشغول به کار بودند که کارفرما 200 نفر از کارگران این کارخونه رو به بهانه کمبود نقدینگی از کار اخراج کرده. همینک این کارخونه با 300 کارگر قراردادی مشغول تولیده. متاسفانه اخراج از کار به چماقی در دست کارفرما علیه کارگران باقی مانده برای تشدید استثمار تبدیل شده. در خبر دیگر هستش که کارخونه الیاف نخ در اپر تعداد 70 نفر از کارگراشو اخراج کرده که این کارخونه از قبل 200 کارگر داشته که به تدریج اونها رو اخراج کرده و این تعداد که 70 نفر رو که خدمتون عرض کردم آخرین کارگران مشغول به کاری بوده که از ابتدای سال جاری از تمدید قرارداد با اونها خودداری شده. همچنین کارگران اخراجی عنوان کردن که 7 ماه دستمزد خودشونو طلب دارن که کارفرما به بهانه بدهکاری از پرداخت دستمزد کارگران اخراجی خودداری کرده. آنچه که در متن خبرهای اخراج کارگران در کارخانجات و عدم تمدید قرارداد با اونها از سوی کارفرما در سایت خبرگزاری ها عنوان شده، بلا تکلیفی کارگران اخراج شده و عدم پاسخگویی عناصر ضد کارگری اداره کار رژیمه. بایستی گفت تکلیف کارگران، توده‌های کارکن در تمام وعده‌ای که این گونه توسط زد و بندهای سرمایه دارانه به تعطیلی کشونده میشن، کارگرانشون اخراج
میشن معلومه. تنها راهی که برای کارگران اخراجی باقی مونده، تنها راهی که برای کارگرانی که چماق اخراج رو سرشون همچنان به ابزاری در دست سرمایه داران برای تشدید فشار ندادن دستمزدها قرار گرفته، یک چیز دستش و اون هم مبارزه. تنها راهشون فقط برای این کارگران مبارزه و به دست گرفتن کنترل کارخونه توسط این کارگر هستش. اگر کارخونه دار بدهکار بانکه، این کارگران نیستن که بدهکارن. این کارگران خودشون ماهاست که دستمزدهاشون گروگان گرفته شده و از قبل هم کار همین کارگرها سودهای میلیاردی به جیب سرمایه‌داران و بانک‌ها سرازیر شده. کارگران طلبکار هستند، باید خودشون کنترل کارخونه و وعده‌های تولیدی که این گونه اعلام کنن وضعشون وخیم بحران نقدینگی دارن، خودشون باید کنترلش رو به دست بگیرن، خودشون باید تولیداتشون رو به فروش برسونن و کارخونه رو کنترلش رو به دست بگیرن. خبر دیگری، اخراج 200 نفر از کارگران کارخونه روغن نباتی نازگل توی کرمانشاه است. این کارگران هم از ابتدای سال جاری از تمدید قراردادهاشون جلوگیری شده. اکثر این کارگران قراردادی و با قراردادهای سفید امضا به کار مشغول بودند. در این رابطه بد نیست به سخنان فتح‌الله بیاد که عنوان ریاست تشکل دولتی اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی که قبلا هم در مورد اون صحبت کرده بودم اشاره کنم. این مدافع سرمایه داری اعلام میکنه که 85% کارگران واحدهای تولیدی در ایران با قراردادهای 3 ماهه مشغول به کار هستند. به عنوان دفاع از سرمایه داران و دولت اعلام میکنه که علت قراردادهای 3 ماهه وضعیت بحرانی واحدهای تولیدیه و به صراحت میگه که کارگران مجبورن که با این وضعیت کار کنن. اینکه رژیم اسلامی کلیتش در بحرانه و در این بحران دست و پا میزنه قابل تردید نیست، اما ما بارها اعلام کردیم که بحران مربوط به سودطلبی هرچه بیشتر سرمایه دارانه و هیچ ربطی به کارگران نداشته و نداره. کارگران باید بدانن این بحران ربطی به اونها نداره. این نوکر سرمایه نمیگه چرا کارگران بایستی تقاص پایین اومدن سود واحدهای تولیدی سرمایه دارانی که همواره دستمزد کارگران رو به گروگان میگیرن بپردازه. ضمن این که بیات در ادامه همین اظهار نظرش اعلام میکنه که 50% کارگران زیر خط فقر دستمزد میگیرن. مزدوران سرمایه واقعا دروغ پردازان بزرگی هستن و یادشون میره که چگونه چند لحظه قبل چه گفتن، چگونه 85% کارگران را از یک طرف قراردادی و با قراردادهای 3 ماهه اعلام کردن و از طرف دیگه اعلام میکنه که 50% کارگران زیر خط فقر دستمزد میگیرن. دیگر مدافع نظم سرمایه داری علی دهقان کیا، اون نیز هم عنوان نایب رئیس تشکل سرمایه دارانه کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و یدک میکشه، اعلام میکنه که 55% قرارداده های بین کارگران و کارفرمایان سفید امضا هستش. به راستی بایستی گفت دست جناب علی دهقان کیا و همپالگی های دیگرش در چنین تشکل های ضد کارگری درد نکنه که این گونه دلشون برای کارگران به رحم میاد و یکی 85% کل کارگران آمار میده و دیگری از 55% کیفیت قراردادها داد سخن میگه. این گونه که این دلسوزان برای کارگران دل میسوزنن، ظاهرا دیگه کارگران نیازی نباید به هیچ گونه تشکل مستقل و هیچ مبارزه ای داشته باشن. این تمام توری این مدافعین نظام سرمایه داریه، دور کردن طبقه کارگر از مبارزه برای مطالباتشون، از مبارزه برای تشکل های مستقلشون، علیه وضع موجود، علیه نظم سرمایه داری و دولت اونها. در این بخش به چند خبر در ارتباط با جان باختن چند تن از رفقای کارگرمون در حین کار می‌پردازم. پنجشنبه هفته پیش 21 اردیبهشت ماه یکی از کارگران شرکت اورساگاز در اصفهان با نام غلامعلی باقری در حین بستن شیر گازی که دچار حریق شده بود بر اثر انفجار مخزن گاز و مصدومیت شدید متاسفانه در بیمارستان سوانه سوختگی اصفهان روز شنبه 23
23 اردیبهشت جون خودش رو از دست میده. همچنین روز یک شنبه یک کارگر 16 ساله در حین کار ساختمانی در جنت آباد زیر آوار میمونه و جون خودش رو از دست میده. متاسفانه باید گفت کارگران زیر سن و حتی پایین تر از 15 سال کارشون در رژیم اسلامی به یه نرم تبدیل شده. در متن خبر جان باختن کارگر نوجوان 16 ساله، یکی از مزدوران سرمایه به نام اکبر شوکت به یک بار و هراسان دفتر دستک انجمن صنفی کارگران ساختمانیش رو رونمایی میکنه و مقصر رو وزارت مسکن و کارفرمایان اعلام میکنه. البته منظور اکبر شوکت مالکای خرده پای ساختمانیه، وگرنه اکبر شوکت خودش از نوکران نه سرمایه و مدافعین وضع موجود هستش و توصیه ایشون نظارت و بازرسی برای رعایت استاندارده. کار کودکان زیر سن، مرگ دلخراش اونها، گوشه کوچکی از استاندارد تعریفی در حکومتیه که جناب اکبر شوکت افتخار دفاع از اونو با دفتر و دستک صنفی خودش به عهده گرفته. ایشون و مزدورانی از جنس اکبر شوکت و دولتی که این اراذل سنگ اونو به سینه میزنن عامل در قتل این کودکان کار و هزاران کودکی هستن که برای لقمه این نون به کارهای طاقت فرسا روی میارن. هرچند در رژیم اسلامی سرمایه داران دفتر و دستک به دست هایی همچون اکبر شوکت کم نیستن که به محض افشای گوشه هایی از جنایت هایی هر روزهی که اتفاق میفته سر میرسن و مقصر رو این و اون اعلام میکنن. ما شاهد جنایات سازمانیافتهی علیه کودکان در گوشه گوشه این جامعه تحت حاکمیت سرمایه داران اسلامی هستیم. با مقصر اعلام کردن شخص یا بخشی از رژیم علارغم نقش انکار ناپذیرشون، قصد این اراذل خارج کردن کلیت رژیم و سرمایه داری به عنوان مقصر و عامل در تمام جنایت های صورت گرفته و یا در حال رخ دادن هستش. کار کودکان زیر سن فقط در یک نظام مبتنی بر سود که در حال ادامه هستش. دولتی که این نظام رو قانونمند میکنه برای محافظت و اجرای آن قوانین ارتش ها رو به خدمت میگیره، زندان ها و شکنجهگاه ها رو سازمان میده، قاتل و مسبب این جنایاته. مسئولیت و مرگ کودکانی که در دخمه‌های قالی بافی هر روز پرپر میشن، کودکانی که در کوره‌های آجرپزی ذوب میشن فقط در سرمایه‌داری که در حال انجامه. ما کمونیست‌های کارگری اعلام میکنیم این نظام سرمایه‌داری دولت اسلامی اونهاست که مسبب تمام جنایت‌هایی که در محیط‌های کار و زندگی کودکان بزرگسالان اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد. بایستی برای پایان دادن به تمام این درد و رنج‌های کارگران، کودکان، زنان، مردان، جوانان، رژیم اسلامی و سرمایه‌داری رو به زیر بکشیم. مالکیت خصوصی بر ابزار تولید اجتماعی باید لغو بشه، کارمزدی باید لغو بشه و پایه‌های یک زندگی اجتماعی نوین و مدرن رو بنا بذاریم، برای اینکه برای همیشه این مشکلات، این درد و رنج ها پایان پیدا کنه. من همینجا به عنوان عضو حزب اتحاد کمونیسم کارگری مراتب تسلیت و همدردیم و با خانواده این جان باختگان طبقه کارگر اعلام میکنم. سپاسگزارم از شما پدرام نواندیش گرامی. شنوندگان صدای کمونیسم کارگری، شما شنونده چهارمین قسمت از برنامه های نینا مروری بر اخبار جنبش کارگری در ایران بودید. توجه شما رو به ادامه برنامه های صدای کمونیسم کارگری جلب می کنم.